سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. نشستان فهرست از سرعتمندترین بازیکنان و مربیان تاریخ منچستر یونایتد تهیه کرده که در ادامه گزارش میبینید. سفر میسی به عربستان بدون اجازه گرفتن از باشگاه پی اس جی باعث شد تا یک ماه از باشگاه پاریسی تعلیق شود. امشب از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا دو تیم ریال مادرید و منچستر سیتی به مساف یکدیگر میروند. بازی برای منچستر یونایتد راه مطمئن برای کسب درآمد کلان است و مربیگری شیطان سرخ هم خیلی بد نیست. اما چه کسانی از بین بازیکنان گذشته و حال حاضر در لیست ثروتمندان منچستر یونایتد قرار دارند؟ نشستان به ثروت تخمینی آنها و نحوه به دست آوردنشان نگاهی انداخته است. کریستیانو رونالدو 400 میلیون پوند. دیدن کریستیانو رونالدو در صدر فهرست جای تعجب ندارد. طبق گفته منچستر ورلد این بازیکن 38 ساله 400 میلیون پوند ثروت دارد. و براحتی میتوان دلیل آن را با توجه به قراردادهای حمایتی متعدد او و قرارداد با تیم النصر عربستان که ارزشش 173 میلیون پوند در سال گزارش شده متوجه شد. دیوید بکام 350 میلیون پوند. دیوید بکام یکی دیگر از افراد است که میلیون ها دلار از خارج از زمین بازی و همچنین داخل زمین کسب کرده است. منچستر ورلد دارایی بکام 48 ساله را 350 میلیون پوند تخمین زده است. کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس از قراردادهای حمایتی با شرکت های مانند H&M، آدیداس، پیپسی و جام جهانی قطر پول نقد زیاد دریافت کرد. زلاتان ابراهیموویچ 150 میلیون پوند. زلاتان ابراهیموویچ مهاجم سیویدی در سن 41 سالگی همچنان برای میلان بازی میکند. با این معنی که هنوز هم دستمزد یک فوتبالیست را دریافت میکند. و استوره سابق یونایتد حتی آماده است تا امسال در اولین فیلم سینماییش ظاهر شود و به ثروت خود بیفزاید. طبق گزارش ارزش دارایی سلیبریتی ها ابراهیموویچ 150 میلیون پوند ثروت دارد. وین رونی 135 میلیون پوند. وین رونی استوره اولترافورد با قرارداد 800 هزار پوندی در سال به عنوان سرمربی تیم MLS DC یونایتد انتخاب شد. اما با گزارش ارزش دارایی سلیبریتی ها ثروت کلی او 135 میلیون پوند تخمین زده می شود. رونی 37 ساله 13 سال را در یونایتد گذراند و همچنین قراردادهای با شرکت های مانند نایکی، فورد و کوکاکولا امضا کرد. جوزه مورینیو 100 میلیون پوند. سرمربی پرتغالی پس از اخراج از چلسی، منچستر یونایتد و تاتنهام بسته‌های مالی سنگین دریافت کرد. گزارش شده است که او پس از جدایی از شیطان سرخ در سال 2018 چیز کمتر از 20 میلیون پوند و 3 سال بعد با ترک اسپرس 15 تا 20 میلیون پوند به دست آورد و با گزارش نشریه میرور ارزش دارایی او 100 میلیون پوند است. پال پوگبا 77 میلیون پوند. سال گذشته پال پوگبا بازیکن یوونتوس در لیست ثروتمندان جان ساندی تایمز قرار گرفت. در آن زمان گزارش شد که او 77 میلیون پوند دارایی خالص دارد. این بازیکن 30 ساله همچنین هنگام ترک یونایتد در تابستان گذشته و بازگشت به یووه 3.8 میلیون پوند بازداشت و وفاداری دریافت کرد. رافائل واران 66 میلیون پوند. رافائل واران قهرمان جام جهانی با فرانسه 10 سال در ریال مادید صرف جمع کردن پول نقد کرد و هنگامی که با 4 مدال قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا برنابو را ترک کرد با یکی دیگر از بزرگترین باشگاه‌های جهان یعنی شیاطین سرخ پیوست. این مدافع در اولترافورد 340 هزار پوند در هفته دستمزد دارد و پلنت اسپورت ثروت کلی او را 66 میلیون پوند تخمین زده است. داوید دخیا 60 میلیون پوند. داوید دخیا در حال حاضر پردرآمدترین بازیکن منچستر یونایتد است با دستمزد باور نکردنی 350 هزار پوند در هفته. با این حال قرارداد این بازیکن اسپانیایی در تابستان به پایان میرسد و یونایتد میخواهد دستمزد هنگفته او را به 200 هزار پوند در هفته کاهش دهد. با این وجود نشریه مارکا در سال گذشته ارزش ثروت دخیا را حدود 60 میلیون پوند تخمین زد. ریو فردیناند 60 میلیون پوند. ریو فردیناند با پیوستن به منچستر یونایتد از لیز در سال 2002 با مبلغ 29 میلیون پوند رکورد نقل و انتقالات بریتانیا را شکست. با گفته ارزش دارایی سلیبریتی ها امروزه ثروت او بیش از دو برابر شده است. این مرد 44 ساله بعد از آویختن کفش های خود تبدیل به کارشناس حرفه ای ورزش شده و در زمینه بوکس هم فعالیت می کند. سر الکس فرگوسن 55 میلیون پوند. بزرگترین مربی تاریخ منچستر یونایتد شایسته جایگاهی در لیست ثروتمندان باشگاه است. با وجود این که او اولین بار در سال 1966 قبل از این که پول وارد باشگاه شود به باشگاه ملحق شد، ثروت در حدود 55 میلیون پوند دارد. او در سال 2014 بخش از مجموعه شراب خود را در حراجی هنگ کنگ به قیمت 2.3 میلیون پوند فروخت و چندین اسب مسابقه نیز دارد. مایکل اوون 54 میلیون پوند. مایکل اوون نیز مانند فرگی عاشق مسابقه اسب سواری است. علاوه بر آن این مهاجم سابق منچستر یونایتد با بازی در تیم‌های مانند لیورپول، ریال مادرید و یونایتد پول زیاد به دست آورد. این مرد 43 ساله مینور هاوس استیبل را در کنار همسرش لوئیس تأسیس کرد و در کل ارزش ثروت او 54 میلیون پوند برآورد شده است. کاسمیرو 53 میلیون پوند. کاسمیرو هم مانند واران برنابو را با تایات رویاها عوض کرد. او علاوه بر دستمزد هفتگی 300 هزار پوندی خود در یونایتد قرارداد با نایکی نیز دارد و در مجموع اسپورت لایت ادعا می‌کند که کاسمیرو 53 میلیون پوند ثروت دارد.
رادامل فالکاو 55 میلیون پوند. انتقال قرضی رادامل فالکاو به اولترافورد برای فصل 2014-2015 طبق برنامه پیش نرفت. این در حال است که این مهاجم در مدت حضورش در اولترافورد در هفته 265 هزار پوند درآمد داشت. ارزش دارایی سلیبریتی ها ثروت فالکاو 37 ساله را 55 میلیون پوند تخمین میزند. روویکن 5 میلیون پوند. روویکن یک از کارشناسان برجسته فوتبال است که برای شبکه های مانند اسکای اسپورت و آی تی وی کار میکند. او در سال 2006 از بازی کردن بازنشسته شد، اما مدت را به عنوان سرمربی ساندرلند و اپسیویچ گذراند و به عنوان دستیار سرمربی در جمهوری چک، آستون ویلا و ناتینگهام فورس خدمت کرد و ارزش دارایی سلیبریتی ها ادعا میکند که اکنون 5 میلیون پوند ثروت دارد. لیو میسی به همراه خانواده اش به عربستان سفر کرده بود تا گردشگری را در این کشور تبلیغ کند. در حقیقت بازیکن آرژانتینی در ماه می 2022 قرارداد را با دولت عربستان در شهر جده به اتمام رسانده بود که بر اساس آن برای تبلیغات گردشگری دولت عربستان سالانه 7.5 میلیون یورو دریافت کند. سفر جنجالی لیو و خانواده اش به کشور عربستان هم بر اساس همین قرارداد بوده است و او بر اساس قراردادش نمیتوانسته بیش از این سفرش را به تعویق بیاندازد. میسی در نهایت به خاطر این سفر مجبور شد که از باشگاهش پی اس جی و همتیمی هایش عذرخواهی کند. قرارداد میسی با دولت عربستان تا 31 دسامبر 2022 اعتبار دارد و میسی برای قرارداد 3 ساله مجموعاً 22.5 میلیون یورو دریافت کرده است. البته شیوه کرونا و محدودیت‌های کرونایی دولت عربستان باعث شده بود تا میسی سفرهایش را به این کشور کمی دیرتر آغاز کند. قرارداد میسی با وزارت گردشگری عربستان بسته شده است که بر اساس آن این کشور از تصویر لیو و خانواده‌اش برای تبلیغات استفاده کرده است. میسی بر اساس این قرارداد موظف شده است تا سفرهای تفریحاتی، کمپین تبلیغاتی، پیام در شبکه‌های اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی به عنوان عضو یک بنیاد خیریه را برای دولت عربستان انجام بدهد که برای هر کدام از این بندها 1.875 هزار یورو دریافت می‌کند تا مجموعاً سالانه 7.5 میلیون یورو از دولت عربستان دریافت کند. پیشنهاد مالی عربستانی‌ها برای جذب میسی قطعاً به قدر است که قابل مقایسه با مبالغ پیشنهادی توسط تیم‌های اروپایی نباشد، اما با توجه به اینکه خانواده این ستاره هنوز برای زندگی در خاورمیانه خانه نشده اند، نمیتوان با اطمینان درباره چنین انتقال صحبت کرد. شب گذشته لیو میسی به همراه همسرش در مراسم لاروس حضور داشتند و فوق ستاره آرژانتینی جایزه بهترین ورزشکار سال 2022 را کسب کرد. آنتونیلا همسر میسی پس از مراسم تصاویر مربوط به آن را منتشر کرد و جورجینا رودریگز هم کامنت جالب برای او گذاشت. نامزد رونالدو خطاب به همسر میسی نوشت: خیلی خوشگلی. لیگ قهرمانان اروپا به حساس ترین نقطه خود رسیده و 4 تیم صعود کرده به مرحله نیمه نهایی برای رسیدن به استانبول با یکدیگر رقابت میکنند. امشب در مادرید دو تیم ریال و منچستر سیتی در حال مقابل یکدیگر قرار میگیرند که همه این بازی را فینال زودرس نامیدند و انتظار داشتند این دو تیم در استانبول با ورزشگاه المپیک آتاتورک با یکدیگر رقابت کنند. فارغ از مسائل فوتبالی، آنجلوتی و پپ گواردیولا دو مربی هستند که همیشه خارج زمین رفتارهای کاریزماتیک از خود نشان دادند. آنها پس از قهرمانی با تیم‌هایشان جست‌های جالب و سیگار برگ گرفته و دل هوادارانشان را بردند. این دو مربی در حال مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که کارلو آنجلوتی ساعت از فولاد ضد رنگ با صفحه آبی را می‌پوشد که دارای صفحه برجسته افقی است و قیمت آن در بازار به 160 هزار دلار رسیده است. در طرف مقابل هم پپ گواردیولا ساعت تیتانیومی ریچارد میل اتوماتیک با بندهای آبی روشن استفاده میکند که دارای صفحه بندی اسکلتی است که ساعت، دقیقه، تاریخ و رتبه هندسی متغیر را نشان میدهد. نسخه محدود که تنها 30 قطعه در سراسر جهان تولید شده و قیمت 97500 دلار است. کلیشه‌ای و تکراری است، اما یادآوری میکنیم که پپ گواردیولا برای بردن لیگ قهرمانان اروپا به منچستر سیتی آمد، ولی هنوز موفق نشده برای نخستین مرتبه آن را به ویترین افتخارات این تیم اضافه کند. سیتی زنها دو فصل پیش هم تا پای جام رسیدند، اما چلسی شکستشان داد. حالا به موقع سیتی اوج گرفته و هم صدرنشین لیگ برتر است، هم در جام حذفی شانس دارد با شکست منچستر یونایتد قهرمان شود و هم در لیگ قهرمانان اروپا دو گام تا جام فاصله خواهد داشت. احتمالاً بازی رفت چالش بزرگ برای سیتی خواهد بود. خوب نتیجه گرفتن در مادرید میتواند نیم از مسیر فینال و شکستن این طلسم لعنتی باشد. سیتی زنها دلخوش با ستاره‌های تکنیکی و شمع گلزنی کم نظیر ارلینگ هالند هستند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.